پلیس لندن در بیانی اعلام کرد یک تبع اتریشی امروز به اتهام تلاش برای انجام جرائم مرتبط با عملیات های ضد بشرانه علیه ساختمان خبرگزاری ایران اینترنشنال در دادگاهی تحت محاکمه قرار گرفت بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی پلیس لندن این مزنون از سوی پلیس بریتانیا بازداشت شده است دادگاه او را به تلاش برای جمعآوری اطلاعاتی که برای انجام این عملیات مفید است متهم کرده است مقام های دجال جمهوری اسلامی تا کنون بارها خبرگزاری ایران اینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کردند و این تهدیدها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران در ماه‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است پیشتر در روز 16 آبان خبرگزاری ایران اینترنشنال از تهدید جانی فوری علیه دو روزنامه‌نگار خود در بریتانیا از طرف سپاه اهریمنی پاسداران خبر داد این شبکه خبری مستقل فارسی زبانان مستقر در بریتانیا در بیانیه ای اعلام کرد کارکنانش از سوی پلیس لندن از تهدیدها علیه خود مطلع شدند در این بیانیه آمده بود خبرنگاران ما به صورت 24 ساعته در شبکه های اجتماعی مورد آزار قرار می گیرند. اما این تهدیدها علیه جان روزنامنگاران ایرانی بریتانیایی که شاغل در بریتانیا هستند تشدید قابل توجه و خطرناک کارزار دولتی را برای ارعاب روزنامنگاران ایرانی شاغل در خارج از کشور نشان می دهد. در بخش دیگری از بیانی آمده بود این تهدید به مرگ برای شهروندان بریتانیایی در خاک بریتانیا پس از چندین هفته هشدار سپاه اهریمنی پاسداران و حکومت دجال ایران در مورد فعالیت یک رسانه فارسی زبان آزاد و بدون سانسور فعال در لندن صورت می‌گیرد. افشای این اطلاعات در حالی بود که مقام های پلیس بریتانیا جزئیات زیادی درباره منشأ تهدیدها علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال و دفتر این رسانه در لندن ارائه ندادند اما بر اساس جزئیات ارائه شده از سوی منبع امنیتی این خبرگزاری مسئول این عملیات روح الله بازقندی پوفیوز بوده است و همان گروه زیر نظر او تیمی را برای تهدید جانی کارکنان این خبرگزاری و خانواده هایشان به بریتانیا فرستاده بود. همچنین یک کانال تلویزیون اسرائیلی پیش از آن اعلام کرد موساد سازمان امنیت داخلی بریتانیا ام آی پنج را درباره تهدید جانی علیه شهروندان ایرانی در بریتانیا به ویژه روزنامه‌نگاران شاغل در این خبرگزاری آگاه کرد بر اساس گزارش این شبکه تلویزیونی اطلاعاتی که موساد در اختیار دستگاه های امنیتی بریتانیایی گذاشت جلوی حمله ضد بشری جمهوری دجال اسلامی به شهروندان ایرانی در بریتانیا و به ویژه خطر فوری علیه روزنامه نگاران این خبرگزاری را گرفت. همچنین رئیس ام آی پنج اعلام کرده بود جمهوری دجال اسلامی از ماه ژانویه کوشیده دست کم ده شهروند ایرانی را در خاک بریتانیا از بین بپرد یا برو باید. تهدید خبرنگاران ایران اینترنشنال باستاب به در رسانه های جهان از جمله بی بی سی جهانی، سی این این، دیلی تلگراف و رسانه های فارسی زبان داشت. معاون پارلمانی وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در پاسخ به پرسش برخی نمایندگان پارلمان این کشور تهدید خبرنگاران ایرانی در بریتانیا از سوی سپاه اهریمنی پاسداران را محکوم کرد او تاکید کرد که بریتانیا مجموعه ای از تحریم ها علیه جمهوری دجال اسلامی را حفظ می کند و این تحریم ها فعالیت های بی ثبات کننده جمهوری دجال اسلامی را محدود می کند. در همین حال دبیر کل اتحادیه ملی روزنامهنگاران، در بریتانیا و ایرلند تهدید جانی خبرنگاران این خبرگزاری از سوی سپاه اهریمنی پاسداران را تکان دهنده و ظالمانه خواند او گفت استرس و فشاری که بر روزنامهنگاران و خانواده های آنها تحمیل می شود نفرت انگیز است و به وضوح برای القای ترس و وحشت طراحی شده است و تأثیر وحشتناکی بر رسانه ها دارد اما در پی باستا گسترده و ادامه واکنش های جهانی به افشای عملیات نهادهای اطلاعاتی علیه این خبرگزاری در خاک بریتانیا اسماعیل خطیب پوفیوز وزیر اطلاعات تهدید کرد که بریتانیا هزینه اقدامات خود را برای ناامن ساختن کشور بزرگ ایران خواهد پرداخت. این اولین بار نیست که تهدیدهای جمهوری دجال اسلامی علیه رسانه های فارسی زبان در بریتانیا مطرح می شود. سه سال پیش و در پی اعتراضات آبان 98 اتحادیه روزنامنگاران بریتانیا در بیانیه‌ای برای محکومیت تهدید علیه کارکنان شبکه ایران اینترنشنال و بخش فارسی بی‌بی‌سی، از حکومت ایران خواست کارزار آزار و اذیت روزنامه‌نگاران ایرانی را متوقف کند. همان زمان فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خبر از موارد مشابهی داد و اعلام کرد روزنامه ایرانی ساکن آلمان، فرانسه و جمهوری چک هم مورد تهدیدهای مشابهی قرار گرفتند. فایل محرمانی از رژیم خامنه ای گفت امیدوارم این آخرین بیست و دوم بهمن ما نباشد. فوری خامنه ای با زبان خودش به نابودی رژیم اعتراف کرد و زد زیر گریه طبق فایلی که توسط گروه عدالت علی حک شده است خامنه زحاک در یک محفل خصوصی اعلام کرده است امیدوارم این آخرین بیست و دوم بهمن ما نباشد او که در این محفل زیر گریه زده است با زبان خودش به نابودی رژیم دجالش اعتراف کرده است